همراه هستیم با همکارم احمد صمدی از مونیخ. احمد برام بگو از تجمع امروز در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ. محمد، همونطور که گفتی شنبه های اعتراضی در خارج از مرزهای ایران همچنان ادامه داره و چراغ این جنبش خاموش نشده و امروز هم در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ ما شاهد تظاهرات گسترده‌ای هستیم که در پشت سر من تصویرش هست و می‌بینید این تصویر رو که مردمی که اومدن پرچم‌های سرنگ ایران رو که نشان شیر و خورشید در وسطش هست به دست گرفتن و شعارهایی رو سر دادن امروز در حمایت از خیزش انقلابی مردم ایران. نام مهسا امینی برده شد، نام کسانی که به دست جمهوری اسلامی کشته شدند در جریان خیزش انقلابی برده شد، شعارهایی داده شد که نشان از اتحاد داشت و خواهان این بودند که همه گروه‌ها و اتنیک‌های ایرانی در مقابل جمهوری اسلامی متحد بشن تا بشه که بر جمهوری اسلامی که 43 سال با سرکوب و کشتار مردم ایران رو همواره به قتل رسونده و حکومت خودش رو دوام بخشیده مقابله بشه. در خب حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ هم ما دیروز شاهد تجمعات دیگه ای بودیم و این تجمعات برگزار شد و در خود مونیخ هم در واقع کسانی که سیاستمدارانی که اومده بودن صحبت کردن، اونها هم برخی از اونها بر این نکته تاکید داشتن که اتحاد مردم ایران میتونه که به پایان جمهوری اسلامی منجر بشه. اینو در صحبت هایی که دیروز هم خانم هانا نویمن و هم باب منندز سناتور جمهوری دموکرات ایالات متحده در پنل زن زندگی آزادی برگزار شد مطرح کردن و خب این روند میتونه که قطعاً به آزادی ایران منجر بشه. خیلی دوست دارم که باز هم صدای تظاهر کنندگان رو بشنویم و مجددا من بیام و دیگه هست من مطرح میکنم. زن نداشت به خاک شهر سرود زن شود که این وطن وطن شود. شبا هنگام میان کوچه ها به در کوبت به نوبت شما. برادرم که سنگره من است چون